سلام، به کانال خودتون یعنی کانال جنایگرام خوش اومدین. پرونده امشب در مورد مردیه که با جسد پسری 3 روز توی خونه زندگی کرد. با ما تا آخر این ویدیو همراه باشین تا راز این پرونده جنایی رو براتون فاش کنم. اواسط تیر ماه سال 1401 بود که سحر 27 ساله به اداره پلیس تهران رفت و خبر ناپدید شدن ناگهانی برادرش آرش رو بهشون گزارش داد. سحر که از این اتفاق خیلی پریشون بود به مامورای پلیس گفت برادرم آرش 22 سالش و شغلش آرایشگریه. چند سال پیش پدر و مادرم به خاطر اینکه با هم نمی ساختن از هم جدا شدن و طلاق گرفتن. از این جریان به بعد آرش با پدرم زندگی میکرد. منم درست چند ماه قبل اینکه پدر و مادرم از هم جدا شن با همسرم ازدواج کردم و مستقل شدم. بعد طلاق پدر و مادرم دعوای آرش و پدرم شروع شد. مدام با هم دعوا و درگیری داشتن و آرش چند روز قهر می‌کرد و از خونه می‌رفت. این ماجرا هنوزم ادامه داشت تا اینکه این اواخر آرش وسایلش رو جمع کرده بود و چند روزی بود که اومده بود خونه من. آرش پسر خیلی مهربونی بود. ولی تو این چند سال با آدمای خوبی دوست نشده بود و معتادش کرده بودن. همین مثلا دعوای آرش و پدرمو تشدید کرده بود. آرش چند روزی خونه ما بود تا اینکه یه روز صبح بهم گفت با پدرمون قرار داره تا باهاش صحبت کنه. پدرمون علاوه بر خونه تهران یه خونه ویلایی هم توی اسلام شهر داشت که این خونه یه دهنه مغازم داشت. آرش میگفت میخواد با پدرمون صحبت کنه که این مغازه رو ازش بگیره و بکنتش آرایشگاه. اون روز آرش خیلی خوشحال و شاد از خونه رفت بیرون که بره سمت اسلام شهر. درست لحظه‌ای که از خونه ما رفت بیرون من دیگه ازش بیخبرم و کاملا ناپدید شد. حتی پدرم هم میگه چند ساعتی پیش من بود و بعدش رفت. من به این موضوع خیلی مشکوکم چون آرش هر جایی که باشه جواب گوشیشو با اولین زنگ میده. آرش اصلا گوشی از دستش جدا نمیشه. ولی حالا جواب تماسمونی که نمیده هیچی، گوشیش هم چند روزه که خاموشه. من میترسم اتفاق بدی براش افتاده باشه. با این گفته های سحر اسم و مشخصات آرش توی سیستم پلیس آگاهی به عنوان گم شده ثبت شد. خیلی زود کارگاه های اداره چهارم پلیس آگاهی تحقیقات خودشونو برای پیدا کردن آرش شروع کردن. توی اولین مرحله مامورای آگاهی رفتن سراغ پدر آرش. پدر آرش میگفت اون روز آرش اومد پیشم تا در مورد مغازه اسلام شهر با هم حرف بزنیم. بعد چند ساعت صحبت بالاخره قرار شد من مغازه‌مو به آرش بدم که اونجا یه کاسبی برای خودش را بندازه. وقتی صحبتمون تموم شد آرش گفت با دوستاش میخواد بره شمال و عقب با هم قرار گذاشتن. واسه همین از خونه رفت بیرون تا بره پیش دوستاش. درست لحظه ای هم که از خونه من رفت بیرون دیگه هیچ خبری ازش ندارم. بعد از صحبت های پدر آرش مامورای آگاهی رفتن سراغ دوستاش. ولی دوستای آرش موضوع خیلی عجیبی رو به پلیس گفتن. اونا میگفتن اصلا ما قرار شما رفتن نداشتیم. علاوه بر این تعداد دوستای آرش هم زیاد نیست. واسه همین مطمئنیم با کس دیگه ای هم همچین قراری نداشته. موضوع کاملا پیچیده بود. برای همین بازپرس پرونده دستور داد هم پدر آرش هم دوستاش به صورت نامحسوس زیر نظر گرفته شن. تحقیقات ادامه داشت. هیچ اثری از آرش نبود و تلاش پلیس برای پیدا کردنش ادامه داشت. 13 ماه از زمان گم شدن آرش گذشت. هیچ ردی ازش وجود نداشت. تمام شک نیروی پلیس به پدر آرش بود. چرا که آرش آخرین بار پیش اون بوده. علاوه بر این استلام خط آرش هم نشون میداد آخرین جایی که ازش آنتن گرفته حوالی خونه اسلام شهر بوده. چیزی هم که توجه پلیس رو به خودش جلب کرده بود این بود که آرش و پدرش با هم اختلاف شدید داشتن و مدام با هم دعوا و درگیری داشتن. برای همه به دستور بازپرس پرونده 6 مرداد سال 1402 پدر آرش بازداشت شد و پدر آگاهی منتقل شد. وقتی ناصر پدر آرش پشت میز بازجویی نشست مشخص شد حدس بازپرس پرونده درست بود و ناصر قاتل پسرشه. ناصر 55 ساله در حالی که به شدت گریه میکرد گفت من و آرش اون روزی که اومده بود پیشم با هم دعوامو شد. توی این درگیری هم من پسرمو کشتم. من واقعا نمیخواستم بکشمش. یعنی اصلا قصدی نداشتم.
ولی حالا هر روزی که این اتفاق افتاده یه شبم خواب راحت ندارم و مدام صحنه‌های اون روز جلوی چشامه. من یه خونه ویلایی توی اسلام شهر دارم که جلوش یه مغازه داره و خیلی وقته که خالیه. چند وقتی بود که آرش گیر داده بود این مغازه رو میخواد بکنه آرایشگاه، چون اجاره مغازه توی تهران خیلی بالا بود و زورش نمیرسید اجاره کنه. منم مشکلی با این قضیه نداشتم. روز حادثه قرار شد آرش بیاد پیشم و بشینیم با هم در مورد راه انداختن مغازه صحبت کنیم. اون روز وقتی رسید دیدم چشاش قرمزه. بهش گفتم دوباره مواد مصرف کردی؟ با این حرفم یهو عصبی شد. آرش وقتی مواد رو شروع کرده بود به شدت پرخاشگر شده بود. چند باری سعی کرده بودم ترکش بدم ولی فایده ای نداشت و اصلا همکاری با هم نمی کرد. اون روز با عصبانیت آرش منم عصبانی شدم. دوباره طبق معمول دعوامون شد، ولی این دفعه حالتهای آرش با همیشه فرق داشت. هر لحظه احساس می کردم می خواد حمله کنه طرفم و منو بزنه. همین اتفاق هم افتاد. اون همون دوبلکس بود و ما طبقه بالا نزدیک پله ها بودیم. وقتی آرش حمله کرد سمتم من برای دفاع خودم هلش دادم عقب، ولی اصلا حواسم به پله های پشت سرش نبود. تا هلش دادم از پله ها پرت شد پایین. قشنگ دیدم که چند با سرش به لبه پله ها خورد. سعی رفتم پایین. آرش شدیداً خونریزی داشت و در عرض چند دقیقه نفسش قطع شد. سعی کردم بهش ماساژ قلب بدم ولی هیچ فایده ای نداشت و آرش هم اونجا تموم کرد. باورم نمیشد این اتفاق افتاده باشه. من با دسته خودم پسرمو کشته بودم. بعد این اتفاق 3 روز بالای سرش نشسته بودم و گریه میکردم. بعد 3 روز جسد داشت بوی تعفن میگره. واسه همین تصمیم گرفتم یه جوری از خونه ببرمش بیرون. ولی چون آرش وزنش زیاد بود و هیکلش درشت بود نمیتونستم تنهایی این کارو انجام بدم. واسه همین تصمیم گرفتم جسدشو مسله کنم تا هم راحت‌تر ببرمش بیرون، هم کسی متوجه نشه. با گریه شروع کردم به مسله کردن آرش. بدنش رو تیکه تیکه کردم و گذاشتم توی پلاستیک های مختلف. همه پلاستیک ها رو گذاشتم تو ماشین و هر کدومشون رو مینداختم توی سطل زباله. علوزی که این کارو کردم یه لحظه آرومم نداشتم و همش عذاب وجدان دارم. بعد این اتفاق دخترم چند باری بهم زنگ زد و سراغ آرش رو ازم میگیره. ولی من بهش میگفتم با دوستاش میخواست بره شمال. بعد اینکه از پیش من رفت دیگه هیچ خبری ازش ندارم. سر خیلی پیگیر داداشش بود. بالاخره رفت موضوع به پلیسم گزارش کرد. پلیسم با تحقیقات مختلف بالاخره متوجه شد که من قاتلم. توی 13 ماه من به اندازه 50 سال پیر شدم. هنوزم باورم نمیشه با دستای خودم با پسرم این کارا رو کرده باشم. با ثبت اعترافای ناصر به صحنه جنایت برده شد و قتل پسرش رو بازسازی کرد. زهر و مادرش هم در حالی که باورشون نمیشد ناصر به این جنایت هولاک دست داده باشه به دادسرای جنایی تهران رفتن و از ناصر به اتهام قتل آرش شکایت کردند. ناصر بعد بازسازی جنایت تا روز دادگاه رای زندان شد. قراره به زودی ناصر پیش روی قاضی قرار بگیر و به خاطر قتل آرش مجازات شه. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین حتما ویدیو ما رو لایک کنین. بس تا فردا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین.